من فکر میکنم اصلا ما رای جزی نداریم که از دین و مذهب خدا بکنیم. اگه میخوایم پایان تلخی نداشته باشه نجات نسل بشر، نابودی کامل نجاتش بدیم، راهی جزی نداریم که از دینداری و دین و خدا بگذاریم. الان شما نگاه کن، در رأس تمام تصمیم سازی های کلان دنیا آدم های مذهبی هستن. اینا همشون اعتقاد به عقاید آخرالزمانی خطرناکی هم دارن، تو دینشون هستش، همونطور که دین اسلام داره، مسیح داره. اینا در تدارک جنگ آرماگدون هستن. اینا آرماگدون رو فارسیش بگو، آخر زمانی. راهی نداریم، هیچ راه دیگه ای نداریم به اعتقاد من. همین الان که داریم ما صحبت میکنیم، تو کوه تور قبرستونی هست واسه یهودی های ارتدوکسه. اینا اعتقاد دارن وقتی مسیح ظهور میکنه به این قبرستون میره، همه مرده ها رو زنده میکنه و با هم به سمت باب سلیمون به راه میفتن. مسلمان هم برداشتن دور این قبرستون دیوار کشیدن. بله بله. که این ارتش زامبیا وقتی گسیل میشه اون پایین نتونن به جنگن. حالا چیزه میگی رای نداریم اگه این کار که باشه، اگه این باور دینی از بین نره اون وقت چی میشه؟ اگه بمونه آرماگدون رو دارن درست میکنن دیگه. آرماگدون الان جاشو مشخص 2000 سال دارن سعی میکنن، اتفاقی نیفتاده، دو جامعه داره پیش میره. بالاخره کسی پیدا میشه که دستشو بذاره رون دگمه و فشار بده و یه جنگی به راه بندازه که به اونجا هم برسی. به نظر نمیرسه، به نظر میرسه کسایی که همه چی داره به جهت افزایش صلح و ثبات میره، با اینکه هنوز اکثر مردم دنیا خدا باورن، اگه آمار رو نگاه بکنی، اگر شما چنین منظری رو میبینی، اگر شما چنین اعتقادی داریم، به نظر من به خاطر این ناباوری به دین و مذهب و خداست، به خاطر این نگرشه و نه آدم های مذهبی باش. من بگم آدم، ما با اینکه اکثر انسان‌های دنیا هنوز مذهبی هستن، اگه آمار رو اگه نگاه بکنید، خب مقدار خشونت، مقدار جنگ به شدت کاهش پیدا کرده و مقدار ثبات و پروداکتیویتی، یعنی مقدار تجارت افزایش پیدا کرده، بیماری کاهش پیدا کرده، همه تمام متریک‌های مختلف اندازه‌گیری بهزیستی بشریت رو به بهبود، فقر کاهش پیدا کرده، با اینکه هنوز اکثر مردم جهان مذهبی هستند. برای گسترش دین این اتفاق افتاده؟ نه، من هم چرفی زدم. بخاطر من برعکسش رو اعتقاد دارم، برای گسترش ناباوری این اتفاق افتاده. به خاطر گسترش، برای گسترش ناباوری این اتفاق افتاده؟ به نظر من اکثر مردم هنوز خدا باورن، من جمله کسایی که در رأس قدرتن. چجوری میگی؟ مثلا تو میگی مثلا رئیس جمهور این کشور باید که خودشون با خدا باورن، به خاطر خدا ناباوری باعث این اتفاقا شدن؟ مثلا رئیس جمهور را سرانشون میزان عقلانیت بیشتر شده با این که مذهبی هستن، میزان عقلانیتشون بیشتر شده. خب اگه میزان عقلانیتشون بیشتر شده با اینکه هنوز خدا باور هستن، پس لازم نیست که خدا ناباور بشن که عقلانیتشون بره بالا، درسته؟ خود گفتی الان چی؟ من اینو نگفتم. ببین گفتی اینا هنوز خدا باورن ولی میزان عقلانیتشون رفته بالا. خب پس لزومی نداره که اینا خدا ناباور بشن که میزان عقلانیتشون بره بالا. نتیجه نه من این سر نمیتونم بگیرم. میتونیم بگیم میشه با رسیدن به عقلانیت بیشتر و بیشتر و بیشتر اینا اصلا کلا به کناری گذاشت. باشه باشه، ولی با اینکه خدا باور بمونن، عقلانیتشون میتونه همینجوری بیشتر و بیشتر و بیشتر بره بالا، با اینکه خدا باور موندن و ما سود همه این عقلانیت بالا رو بگیریم بدون که مردم دینشون رو بذارن کنار. خودت گفتی الان، مثال زدی. اینا ببینید، اینا دلیلی که اکثر دینداران برای حفظ دینداریشون دارن، اون آرامشیه که دارن، یه چیز دیگه ای هستش. پریدی به یه شاخه دیگه، الان پریدی به یه شاخه دیگه. جواب ما چی شد؟
تو الان خودت گفتی که آرامشی یا صلح و ثباتی که در جهان و کاهش فقر و همه این معیارها که داره به جهت بهبود میره، دلیلش اینه که این خدا باوران میزان عقلانیتشون رفته بالا. خب پس چه؟ پس ما نیازی نیست که اینا حتما خدا ناباور بشن. شما داری میگی خدا باوران عقلانیتشون بیشتر شده. من گفتم خدا ناباوران عقلانیتشون بیشتر شده. من نگفتم، من گفتم که من شما گفت، من گفتم که تمام معیارهایی که بهزیستی رو اندازه‌گیری میگیره اونا به در جهت بهبوده. خب و بعد یه چیزی هم که گفتم که اکثر مردم جهان من جمله سران کشورها و سیاستمداران فعلا خدا باورن. اینا رو چجوری شما میتونین توجیه بکنین؟ گفتی که خب عقلانیت با اینکه خدا، شما گفتین با اینکه خدا باور هستن عقلانیتشون رفته بالا. خب پس بر اساس حرف شما ما میتونیم نتیجه گیری بکنیم که معیار مهمتر افزایش عقلانیته، نه حتما خدا ناباوری. بر اساس حرفی که شما زدید. من گفتم نه، من نتیجه گیری نه، شما فکر کنم خیلی گوش نمی‌کنید. من میگم بر اساس چیزی که شما گفتین من این نتیجه گیری رو کردم. نتیجه گیریم چه کجاش اشتباه بود؟ من گفتم شما نتیجه گیری رو، آیا شما فکر می‌کنید من دارم میگم شما این نتیجه گیری رو کردین، یا اینکه من دارم میگم بر اساس حرفایی که شما زدین من دارم نتیجه رو به شما میگم؟ اولیه. نه من اینو نگفتم. من میگم بر اساس حرفایی که شما زدین میشود این نتیجه رو گرفت. اگه نمیشود به من بگو چرا نمیشود این نتیجه رو گرفت. جهت دین به سمت ویرانی بشریت به جلو میره. اگه جهت دین به طرف به این طرف داره حرکت میکنه به در این جهته، چجوریه که با اینکه اکثر مردم جهان من جمله سران کشورها دیندار هستن، چجوریه که همه چی در جهت ما داریم مشاهده میکنیم که همه چی در جهت بهبوده؟ من اینو مشاهده نمیکنم آمار میجام. خب به شما برین آمار، من به شما پیشنهاد میکنم یه کتاب خیلی خوب که میتونین درباره این موضوع بخونین، اسمش هست Enlightenment Now یا Better Angels of Our Nature، جفتش رو استیون پینکر نوشته. تمام آمار داره نشون میده که همه چی در جهت بهبوده. دلیلی که اکثر مردم توهم اینو دارن که همه چی داره به فاک میره به خاطر اینه که اخبار معمولا خبر بد و بیشتر از این افزایش ثبات و بهبودی کاور میکنه. خب تمام نسل، اکثر نسل ها مردم تصور میکردن که در بدترین شرایط زندگی میکنن، با اینکه اکثر نسل ها داشتن در بهترین شرایط زندگی میکردن. یعنی در طول تاریخ معمولا اگه نگاه بکنید تمام معیارها در، یعنی تمام متریک ها در جهت بهتر و بهتر شدنه، ولی شما خبرهای بد میبینید. مثلا شما اخبار نگاه میکنید میبینید جنگ و اینا و بی‌ثباتیه، ولی شما متوجه نیستی که این جنگ و این بی‌ثباتی و این مقدار خشونت قبلا بسیار بیشتر بوده، الان از همیشه کمتره. فرق هم همینطور. فرق الان همینطور. اوکی ممنونم. اوکی خیر.